نمیخواد؟ آه؟ این اینه که اینجا سو نمیخواد. چرا؟ این کابشن تو میخواد بیارم؟ کابشن یاره یه چیز بیاد. بربری تازه، اینم قهوه تازه. بچه ها خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. بعد از مدت ها بالاخره زدیم بیرون و این تلسمو شکستیم. چند وقته که میخوایم بزنیم بیرون، یعنی شاید باورتون نشه ولی 2-3 ساله مثلا میخوایم بریم یه پیکنیکی کنیم، یه کمپی کنیم، ولی انقدر سخت، هم سخت میگیریم هم واقعا شرایطشو نداشتیم. همیشه یه مشکلی همیشه بود، الان هم هست همه چی، یعنی اون مشکلات به هر حال هست، حالا یه کم و زیاد میشه، ولی دیگه قرار شد سخت نگیریم، با هر چیزی که داریم بزنیم بیرون و لذت ببریم. حالا متاسفانه از 3 روز دیگه ما میریم تو قرنطینه 17-19 روزه و این که در کنار آچای عزیز هستیم. بله اجازه نمیدیم. بله بله دیگه بچه ها رو دیدم و درگیر شدم. رگیواری میگی. آره. سلام و اینکه این بادکنک ها هم که دارید میبینید عقب، تولد آچا بوده، تولدش مبارک. تولدش کنسل شده. تولدش کنسل شده. میخواستیم بریم جنگل با خانواده ملیکا. خانواده ملیکا الان همشون ترکیه هستن و میخواستیم بریم که تو جنگل یه کمپی کنیم. این بادکنک ها شد. قشنگ مصادف شده با روز ملی کودک در ترکیه. هم پارسال خورد به قرنطینه به خاطر کرونا، هم امسال اینجوری شد. بعد بادکنکامون خونه و من می‌خواستم بادکنکامو هوا کنم که مثلا دیگه برم تو 32 و فلان و اینا، ولی دیگه امروز گفتیم باید بریم هم خودمون بریم بیرون، چون از چند روز دیگه قرنطینه میشه، واقعا از این 2-3 روزه استفاده بکنیم، هم بادکنکامو هوا کنم. اینکه همونطوری که دیدید صندلی‌های خونه رو هم برداشتیم، دیدیم صندلی نداریم، گفتیم به درک، هر چی نداریم به درک، با هر چیزی که داریم میریم. صندلی رو کندیم، صندلی آشپزخونه رو، و بریم ببینیم که چی میشه. زدیم کنار، زدیم بغل، اینقدر آرامش داره اصلا نمیتونم بلند خودم هم صحبت کنم، اینقدر که لذت بخشه. محسن میخوای گوجه؟ من با خیار.
خب آقا ما زدیم بغل یه صبحونه ای زدیم و صبحونه که دیگه هندیه دیگه ساعت یک و نیم بود، نه یه نون پنیر صبحونه هم همین، من حواس نون بربری کرده بودم و اینکه یه چیزی زدیم و در دقیقه دیگه میرسیم جاده ای که بهمون دادن، یه جاده یعنی گوگل مپ پیشنهاد کرده، یه خورده تو شهر قشنگی های خودشو داره ولی جادهش یه خورده خرابه دیگه، ولی خب نباید سخت بگیریم دیگه، داریم حال میکنیم و 17 دقیقه دیگه هم میرسیم از جای محلی داریم رد میشیم. اوی خورم پیرزن موتور داره پر بزن سنگ سه چرخ ها بود، تو کیش سوار شده بودی؟ وای رسیدیم. کاروانم هست اینجا. نایس نایس، اینجا جای ما صحبت، بیایم ما چا اینجا. نایس هر جا. آخ رسیدیم رسیدیم، چه آرامشی. همچین برنامه ما داریم حتما. چه چیلی دارن میکنن، چقدر خلوته و صدای گنجیشکو. به 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 آره آره، هوا اونقدر گرم نیست واقعا، چون باد خنک میاد. خیلی باد نه، حال کردی؟ ما حالا کاری ندارم الانم اومدیم، ولی این که میگم سخت میگیریم اینو یه بارها تکرار میکنم، اینجا تا خونه ما 1.5 ساعت فاصله است، ولی ما تو این 4-5 ساله که اینجاییم، البته خب تو 4-5 سال ما اینجا باید ماشین داشته باشیم، 2 سال 1.5 سال که ماشین داریم، ولی خب همین تو همین 2 سال هم باز نیومدیم، 1.5 ساعت فاصله داشت. حیف دیگه حیف، ولی حتما دیگه زیاد میریم اینجور جاها. همینجا واقعا هنگم، نمیدونم چی بگم، فقط این کاروانی ها خیلی دارم اونا رو زیر نظر دارم من. به به، لپتاپش هم گذاشته اون بالا، اینترنتش هم که هست و داره کارش رو میکنه، خونش هم بغل دریا هم که روبروش و به به بابا به به. آقا چه لباسکش هم آورده؟ ایرانی هم هست. من که گفتم کیسه کیسه زباله و خوراکی هایی که آوردیم، چیپس، پرتقال، موز، ساندویچ آوردیم. آها آچا کتلت درست کرده دست مکاله. آها چیز هم آوردم، یه ذره سالاد ماکارونی هم آوردم. آها چایمونو بخوریم؟ آره بخوریم.
زیری و روزی.